امروز سفر سه روزه من تبدیل شد به 6 ماه و هر روز کتک خوردم. اینجا اومدی میخوایی نشون بدی؟ گوش کن دارم حرف بزنم. سلام علیکم، چطوری؟ قربونتون برم. سریال نیزان آبی بعد از کلی حواشی و زندانی و گرفتار شدن سحر قریشی توی ترکیه قرار از 1 آبان فصل دومش توسط فیلمو پخش بشه، اما بدون منوچهر هادی. و گویا حواشی و داستانای فصل اول ولکن این سریال نیست. حتی ماجرای حذف منوچهر هادی باعث وجود یک سری اتفاقات عجیب و غریب مثل طلاق از همسرش یکتا ناصر شد که واقعا یک شوک در جامعه هنرمندان محسوب میشه. ولی اصل ماجرا چیه؟ یعنی واقعا به خاطر یک سریال این زوج هنری از همدیگه جدا شدن؟ پس با من همراه باش، یه لایک خوشگل بزن روی پست و اگه مشترک چنل نیستی بدون تعارف دکمه سابسکرایب رو شالاب بزن روش تا من براتون تعریف کنم. مدیا 4. سری اول سریال نیزان آبی طرفدارای خیلی زیادی داشت. البته این نظر من نیست، اینو طبق کامنت های زیر پست فیلمو دارم میگم. البته اگه اون اکانتا فیک و توسط آمریکا ترتیبش داده نشده باشه، اما یک سری جریاناتی توش بود که در حین پخش سریال هی جنجالی میشده، هی نرخ تماشا و ویو سریال میرفت بالا. انگار همیشه دست به دست هم داده بود و یا تدارکاتی چیده شده بود برای ساختن حواشی و گرفتن ویو. البته نه همشون، مثل سکته ناگهانی مهران غفوریان که مدت پروژه رو کنسل کرد، و یا آسیب جدی کمر منوچهر هادی که نمیدونم چی کار کرده بود با کمرش که بنده خدا 3 ماه نمیتونست درست راه بره و پروژه نیزان آبی نزدیک به 9 ماه طول کشید و جو کاری به قدری سنگین شده بود که توی پشت صحنه میگفتن منوچهر هادی که اینقدر آروم و خونسایه داره تبدیل به یک فرد روانی میشه. حالا این مابین به دستور نهادهایی مجبور شدن یک سری تغییرات توی بازیگران انجام بدن و در نهایت سحر قریشی اومد توی کار و این همکاری شروع جنجالی دوباره برای سریال، چون دقیقاً زمانی بود که سحر از مهدی طارمی جدا شده بود و حواشی جدایی سحر باعث ویو گرفتن سریال شد و از این رو مخاطبای سریال گفتن که از قصد سحر آوردی. منوچهرم در جواب گفت چی خیال کردی، نه پس از امر آوردی. هر روش یکی شد. اما این بگو مگوها برای سحر قریشی طفلی خوشیوم نبود، چون تو همون یک هفتهی که رفتن ترکیه برای ضبط ایشون رفت به مهمونی های خاکی برسری امیر تتل و متاسفانه بند و به آب داد و این سریال شد آخرین فعالیت کاریش توی ایران. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری و زندانی شدنش به مدت 6 ماه در قرنطینه های کمپ سلطون تتل. خدایش نمیدونم چه زندونیه که هم کنسرت میره، هم لایو میره، هم بزنه، هم برقصه، هم بخوره، هم بگیره. نمیدونم ما رو ایسکا کرده چی داستا. اخیرا ویدیوهای سرجان رو دیدین دیگه، ماشاءالله دست به افشاگری زد و یه پا شده امیر فردی و بازم جنجال حواشی برای عوامل سریال نیزان آبی کلی نون در آورد و فیلمو به این فکر فرو رفت که این سریال کمدی نه چندان قوی رو به واسطه حواشی که داشته سری دومش هم استارت بزنه و سریعا زنگ زد به منوچهر هادی و گفت منوچ جان داداش چه خبره، حال چطوره، قربون شکلت برم، بیا که میخوام یه کار خوشگل بدم دستت. ولی منوچ گفت داداش قیمت ها رفته بالا. بهش گفتن خب چقدر شده؟ گفت ان تومن. گفت ان تومن؟ حالا بیا شرکت یه جوری حلش میکنیم. و منوچهر ساده هم هلک و تلک رفت شرکت، اما چشتون روز بد نمید. فیلمو یقشو گرفت گفت مرتی که چرا لایک نمی کنی؟ گفت لایک؟ نه یه لحظه آقای هادی فکر کنم اشتباهی پیش اومده، داره دیالوگ منو میگه. فراتون بشم اینا رو گفتیم تا به اینجا برسیم. یه لایک مجلسی بزن اگه تو الان لایک نکردی و دکمه سابسکرایب رو به همراه زنگوله بفشار که دیگه اصل ماجرا و خداوکیلی براتون تعریف کنم. خلاصه رفت دفتر و بهشون گفت بابت هر قسمت 1 میلیارد دستمزد میگیرم. و فیلیمو هم گفت مگه پول علف خرس مرتی که چه خبره، با 1/10 این قیمت میدم برابرش بسازن از تو هم بهتر، چی خیال کردی؟ در به خروجی اونوره. و منوچهر گفت آقا من میرم، ولی اگه من نباشم خانومم هم نیست. اما در جوابش گفتن شما نگران نباش. ایشون قراردادش رو همون اول سر بستن و اینجا یک لحظه منوچهر غالب تویی کرد و پشمش شق کنار صندلی و گویا از اینجا به بعد بود که یک سری شکرها بین این زوج هنری رخ داد و دیدین که استوری هایی توی اینستاگرامشون پخش کردن
شدن و همگی مطلع شدن که یک اتفاق و جدایی این وسط رخ داده. اما منوچهر این خبرها رو تکذیب کرد و گفت من عاشق زن و بچه‌مم. الکی واسه ما داستان نکنید. من حوصله ندارم یه چک میخوابونم تو گوشتون. اما رفتاراشون عکس این قضیه رو ثابت میکرد و توی مهمونی‌ها و یک سری برنامه‌ها به صورت جفت دیده نشدن و این کارشون باعث شد که گمان زنی‌های طلاق بیشتر و بیشتر بشه، تا اینکه یه تیزر توسط منوچهر هادی پخش شد که خودش به همراه یکتا ناصر درونش بازی میکردن و ماجرای یک روایت واقعی از خیانت. فیلمی به نام حدود 8 صبح که قرار شده از 17 آبان در سینماهای کشور پخش بشه. این کیه که بزنه من میگه عشقم به عمل پس مادرشو به ازاش میشونم. با دیدن این تیزر مخاطبا گفتن که احتمال داره خیانتی صورت گرفته باشه که اون استوریای معنادار رو گذاشتن و از همون ماجرای فیلم ساختن. شاید هم این استوریا یک کلک بوده واسه ویو گرفتن و این رفتارهای اخیرشون هم برای ایجاد حواشی برنامه‌ریزی شده بود. از اونجایی هم که میدونیم منوچهر هادی واسه پول تب میکنه و از حواشی هم تونسته نون خوب در بیاره، احتمال این قضیه کم هم نیست و ممکنه واقعی باشه. بالاخره منوچهر از هر آبی کره‌ای میگیره، چون اگه سریال عاشقانه هم یادتون باشه ماشاءالله از هر چیزی یک اسپانسر ساخت، جوری که بدون فروش سریال پول قراردادهای میلیاردی برابرش از طریق همین اسپانسرها تامین شده. اما با تمام این مسائل فیلمو مسعود عتیابی و جایگزین منوچهر هادی و سناریو رو با همون تیم قبلی و اضافه کردن یک سری آرتیست دیگه مثل هومن بنفشه‌خواه، مهلقا باقری یا همون زن جواد عزتی و یوسف صیادی و چند نفر دیگه پروژه و استار زد و طبق تیزری که منتشر شده به نظر می‌رسه که از فصل قبلی بهتر باشه. مسعود عتیابی هم توی کارهای کمدی سابقه بدکی نداره. البته از نظر خودم کارش زیاد چنگی به دل نمیزنه، ولی خب نظر من مهم نیست و نظر مخاطبا مهمه. این وسط حالا میاد و تماشا میکنی و میبینیم که از چه قراره. حالا به نظرتون میتونه فیلمو با نیسان آبی دو در مقابل فیلم نت و سریال دفتر یادداشت با بازی درخشان رضا عطار مقابله کنه؟ با اینکه نیسان آبی پخش نشده، ولی من به نظر شخصی خودم دفتر یادداشت جلوه، چون واقعا عالیه و هر واسه گفتن داره و منم توی پست قبلی یه بررسی کامل ازش ساختم. اگه دوست داشتید میتونید به این پستم سر بزنید. البته دوست داشتید که عربی حتما برید سر بزنید و حالشو ببرید. کاری داشتید؟ اینم از پایان پست امروز. دم همگیتون گرم که تا آخر بودین و تماشا کردید. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و برام کامنت کنید که از چه محتواهایی خوشتون میاد. تا درود دیگر، بدرود.